تو از المان کودک استفاده کنی، عکس لختی بذاری چون میدونی مخاطبت کودکه، بعد بیای تو کامنت بگی که من که نمیخواستم، من که برای کودکان کار نمی کنم. خود دروغ میگی. برو بلانشو بلانشو اتاق مستر. سلام، اسم من هوتنه. امروز میخوام در مورد برادران لیلای ساسی مانکن صحبت کنم. از اونجایی که خیلی حاشیه داشت، دروش فرضیه یه عکس العملی نشون داد، بعد ساسی مانکن جواب میده. کلا احساس میکنم یه نماده دیگه، یک الگوه ساسی مانکن در جامعه ایران. و برام جالبه که کامل این آهنگو یه بار گوش بدم، نظرمو بگم. حالا خیلی خوشحال میشم شما هم همراه من باشید. بریم ببینیم چیکار کرده ایشون. فقط این نکته بگم که این کلیپ به صورت کامل هنوز منتشر نشده، در واقع تکراریه تصاویری که داریم میبینیم. حالا صداش که در واقع کامله. King is back. قطعاً. خب این تکسر میبینید دیگه، آمریکا بدبخت است، ما خوبیم، خاک تو سر انگلیس، آبش هم میدیم آقای میساقی، همچین چیزی. خب خیلی سیاسی شروع میکنه ساسی مانکن، دیگه هیچ ابایی نداره. در مورد این بحث کودکان، من اینجا بعد استوری داروش فرضیه‌ای بیارم. گفته کمی وجدان داشته باشید، بچه های معصوم چه گناهی کردن که باید تومه شما قرار بگیرن؟ کاش کمی انسانیت حالیتون بود. چرا اینو میگه داروش فرضیه‌ای؟ من اصلا طرفدار کسی نیستم ها، چون با خود این آدم هم مشکل دارم من. به خاطر یه سری ساختارهایی که کلن من فکر میکنم ساسی مانکن میخواد اینا رو بشکونه. و اصلا در دنیا هم هست این، هیچ بحثی من ندارم. من نمیخوام از عمو پورنگ دفاع کنم چون خودش به حال زیر سوال هست یکم، ولی اینجا چند تا نکته است من میخوام باز کنم. یک، اهمیت کسی که کار کودک میکنه. اول اینو درک کنیم، یعنی این چیزیه که تو تمام کامنتایی که برای عمو پورنگ گذاشتن من میبینم که انگار کسی متوجه نیست اهمیت کار با کودک. خب وقتی اینو نفهمی و چطور میخوای مثلا به معلمت احترام بذاری؟ من الان نمیگم این آدم خوب است و اصلا، کسی که کار کودک میکنه واقعا ارزشمنده. به خاطر همین حقوقای بالایی میگیرن معلم ها. و حالا من این آدم رو به عنوان یک اینفلوئنسر میدونم دیگه، هزاران انتقاد به عمو پورنگ داشته باشم یه چیزشو قبول میکنم. یه برنامه داشت که ترویج کتابخونه بود، اگه یک نفر رو کتابخون کرده باشه عمو پورنگ، خب که کرده قطعا، همون بسته براش، تأثیرش گذاشته در جامعه ما. اول که کسی هیچ مسئولیتی نداره در قبال جامعه و اینا. شما میتونی آدم بهتری باشی، میتونی یه کاری بهتری بکنی. حالا این آدم به نظر من یه قدم مثبت برداشت. اونورم باید نگاه کنیم که حالا ساسی مانکن داره چی میگه. حالا جوابشو من بخونم که ساسی مانکن اتخ واقعا چیز بدی ننوشته اما پورن خیلی جوابشو تند داده. میگه نتونستی جوری تربیت کنی بچه ها رو که بچه ها به قول معروف از این آهنگا گوش ندن. پس ساسی مانکن میدونه هدفش کیه. و این خیلی مسئله که خیلی مسخره میکنن یا حاشیه میرن. مخاطب ساسی مانکن من نیستم. چرا؟ چون تو آهنگای قبلیش، اون شاهکار قبلیش دیده که بچه ها چجوری استقبال میکنن. چرا؟ چون از آیتم هایی داره استفاده میکنی، از المان های کودک داره استفاده میکنی. کسی نمیتونه به هنرمندی بگه اینو تولید نکن، این بده، این زشته، این ممنوعه. هیچ جای دنیاش این چیزی نیست. این خود آدمان که تصمیم میگیرن چی گوش بدن چی گوش ندن. نه پس همه تو کلاب مست و پاره اردک تک تک بذاریم. یعنی باز میگم یه کاری که همون اردک تک تک، اون کاری که باید میکرد و انجام داده. بچه شما گوش میده، مشکل تربیت توه نه من. زشته دیگه، اینو حرف زشته. قطعا یه چیز زده طرف داره اینو میگه. خب ولی منطقیش اینه که بیای ازش انتقاد کنی، از عمو پورنگ، مثل مردم که کامنت گذاشتن، کلی کامنته که اون موقع که سلام فرمانده اومد تو کجا بودی، تو چیکار میکردی؟
خب این یه انتقاد جدیه. چرا هیچ عکس العملی نشون ندادی اما پورنگ؟ به خاطر اینکه اعتراض کنه. خوش آیتم داره، کلی برنامه داره تو صدا سیما. استاد میفرماید در ادامه که اینو بچه‌ها بیشتر دوست دارن. توی ساسی مانکن زرنگی، تو خلای بازار رو میدونی چیه، تو میدونی بچه‌ها در چه فشاری دارن زندگی میکنن. خب میای از این المانو استفاده میکنی، چیزی نیست جز درآمدزایی، جز اینکه پول بیشتری در بیاری. منم دارم از اسم این آدم استفاده میکنم که الان دیده بشم دیگه، درسته؟ سعی میکنم یکم منطقی نگاه کنم، هم این ور رو ببینم هم اون ور رو ببینم. حداقل کاری که میتونم بکنم اینی که یه چیز فاسدی رو ترویج ندم. طرف میتونه تولید کننده محتوای پورن باشه، خب اون جای خودشو داره، اصلا هیچ بحثی نداریم، سایت خودشو داره. تمام حرفم اینه تو از المان کودک استفاده کنی، عکس لختی بذاری چون میدونی مخاطبت کودکه، بعد بیای تو کامنت بگی که من که نمیخواستم، من که برای کودکان کار نمیکنم. خب دروغ میگی. میدونیم که دیگه الان این بگو آمین یا رب العالمین کیو داره هدف میگیره دیگه. بگو دیگه، دیگه مشکل نداری دیگه. خب اوکی باش، چرا میخوای بپیچونی چیزی رو؟ این بده. کراشت اومد، از من خوشت اومد، تهران داره میلرزه باز ده. این الان برای آدمی 30 ساله است دیگه.